بسم الله الرحمن الرحیم واقعه اسراء و میراج و فرشدن نماز ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است همان ذاتی که در قرآن کریم چنین فرموده و اقیم الصلاة و اتو الزکاة و مع الراکعین و ترجمه و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و با نمازگذاران نماز, نماز بخوانید گواهی می ده هم که نیست معبود برحق جز الله یکتای به همتا و گواهی می دهم ده که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده او است درود و سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا اما بعد به تحقیق سفر اسراء و معراج سرشار از مواهب الهی و عطایایی که خداوند متعال به این امت اقتصاد داده بود است و از بزرگترین آنها فرض نمودن نماز می باشد که این حدیه الهی هدیه است که بنده را با بنده را با پروردگارش وصل می سازد چنانچه پیامبر ما نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند بالای من 50 وقت نماز در یک شبانه روز فرض شده بود نزد موسی علیه السلام رفتم آن حضرت فرمود خداوند جل جلاله بالای امتت چی را فرض گشتند فرمودم 50 وقت نماز آن حضرت فرمود به سوی پروردگارت بازگرد و از او بخواهی که آن را آسان کند زیرا امت تو طاقت آن را ندارند حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برگشت به سوی الله فرمود پروردگارا بار امت من را سبک بگردان پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم همچنان بر پروردگارش بازنگری می کرد تا اینکه پروردگارش به او فرمود پنج،, پنج نماز در هر شبانه روز و هر نماز دست پس آن پینجا نماز است و در واجب شدن نماز در شب معراج از آسمان های هفت گانه دلیل بر ارزش و جاگای والای آن است نماز مایه آرامش چشم حیات دلها و مایه شادی روح است و همچنان نماز معراج ایمانی است که مردم به وسیله آن پله های تقرب به پروردگار جهانیان را طی می کنند و الله متعال چنین می فرماید وسجد وقت تریب ترجمه و سجده کن و به خداوند تقرب جوی و همچنان نبی کریم صلی الله علیه و سلم چنین فرموده است نزدیکترین حالت بنده با پروردگارش او حالتی است که در سجده باشد و در حدیث دیگری آن حضرت صلی الله علیه و سلم چنین می فرماید. باید بسیار سجده کنید شما برا، تنها برای خدا سجده نمی کنید مگر این که خداوند به وسیله آن درجات را برای شما بالا می برد و گناهی را از شما دور می‌کند. همچنین وجوب نماز در سفر معراج برای پیامبر ما صلی الله علیه و سلم پس از آن که در آن سالی که سال غم نامیده می شد در, در معرض گرفتاری سخت قرار گرفت و این دلالت بر آن دارد که نماز مایه آرامش قلب و بازگشایی و بازگشایی دل و مایه آرامش چشم و یاری خداوند در مصیبت است چنانچه که الله متعال در کلام خود چنین میفرماید فرماید و لقد نعلم انک یدیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتی ک الیقین ترجمه و به راستی ما می دانیم که سینه تو ای پیغمبر از آنچه آنها می گویند تنگ میشود و تو را حاضرده و ناراحت می کند پس به ستایش پروردگارت تصبیح گوه و از سجدهکنندگان باش و پروردگارت را عبادت کن تا هنگامی که یقینا مرگ به سراغت آید و همچنان جای دیگری در قرآن کریم میفرماید واستعینو بالصبر و الصالا ترجمه و از شکیبایی و نماز یاری جوئید و نبی کریم ص اللهعهوسلم به مولای ما بلال راهه می فرمود ای بلال نماز رو برپا دار ما را با آن آرامش بده و در ثبک کردن نمازاز طرف الله متعال بالای امت محمدی بیانگر کمال رحمت و شفقت او سبحان بالای خلقش می باشد که این نشانه از آسانی شریعت و برطرف کردن مشقت و سختی است چنانچه الله متعال می فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها ترجمه خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی دهد و در آیت دیگری چنین می فرماید یرید الله بم الیصر ولا یرد بکم العصر ترجمه خداوند جلجلاله برای شما آسانی میخواهد و برای شما دشواری نمیخواهد و یمبراهه صل... چنین میفرماد الدین یصر دین آسان است و همچنان در جای دیگر نبی کریم اههم چنین فر... میفرماید خداوند مرا مبعوس نکرد که متکبر و ناسازگار باشم بلکه مرا به عنوان معلم و تصهیرگر فرستاده است ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است درود و سلام بر خاتم پیغمبران سردار ما, سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد شکی نیست که نماز مناجات بین مردم و خالق آنها است چنانچه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید الله تعالی می نماز بین من و بنده من دو نصف است و, و برای بنده من که هرچه میخواهد اگر بنده بگوید الحمدلله رب العالمین خداوند متعال میفرماد بندهم مرا ستودوار بو الرحمن الرحیم خداوند متعال فرمود بنده منرا ستوده است و اگر بگوید مالک یوم الدین بنده منرا تصبیه کرد و اگر بگود ایاک نعبدو و ایاک نستعین گفت این میان من و بنده من است و بنده من نچه را که بخواهد انجام دهد ده واجر بوجات اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گفت این برای بنده من است و برای بنده من آن چی است که او خواسته است همچنین نماز در نظم و انضباط نفس و انضباط و انضباط نفس و اصلاح رفتار و بروز اخلاق تاثیرش گفت انگیز دارد و, و چنانچه الله تعالی می فرماید واقم الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر ترجمه و نماز را برپادار یقینا نماز انسان را از زشتها و منکر باز میدارد عابد واقعی نمیتواند دروغگوه فریبکار خیانتکار و اهدشكن باشد بلکه او اخلاق و ارزش است که بر اساس رویکرد خدا وو شریعت, با شریعت بالای زمین حرکت میکند خدایا ما را و فرزندان ما را از جمله نمازگذاران بگردان و دعای ما را قبول بگردان والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاته